برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می کنم که صحت سلامت باشین. باز هم در یکی دیگر از برنامه های یک قدم خدمت قرار داریم. ای بار برنامه جذابتر خواهد بود چون از دنیای شعر و غزل مهمان عزیز با خود ما داریم. قبل از اینکه ما بگویم که این مهمان کی است، باید کمی انتظار بکشین چون ارزش انتظار کشیدن های شما را داره. سروده های ناب داره که به هر دل عاشق چنگ میزنه. بیننده های عزیز، ببین که با مهمان برنامه ما آقای احمد محمود امپراتور خوش آمدید بگوییم. بیا تو یک غزلی تازه از بهار بخوان، بیا و موج شرر را تو آبشار بخوان، بیا و کشور دل حکم سلطنت میران، بیا ترانه یک چشم انتظار بخوان. با سلام و سپاس از شما، اولا شما را خوش آمدید میگویم و خیلی ممنون هستم که من را لایق برنامه زیبای یک قدم دیدیم و در خدمت شما. زنده و سلامت باشین. بسیار یک آغاز جذاب و دلپسند بود. مطمئن هستم که صحبت هایی که در برنامه با شما دارم خاطره میشه به اذهان بیننده ها. بیاین بپرسیم که احمد محمود امپراتور کی است؟ احمد محمود امپراتور فرزند شیر احمد یاور هستم، از ولایت لهد و گوهر بدخشان و در شهر کابل متولد شدیم. دوره تحصیلیم هم به کابل و به بدخشان تیر کردیم و فراز و فرودهای زیادی را در زندگی خود دیدیم، مثل دیگه هموطنا و عزیزهای خود. و تقریبا اگر اشتباه نکنم 12 سال به این طرف در قالب های مختلف کلاسیک شعر می سرایم و کماکان به نام شاعر یاد می شود. و ناگفته نمانه که در کنار از این برنامه های گرافیک دیزاینری که تابلو و چیزا درست می کنم، این مصروفیت ها و اینمی شخصی دنیای زیبایی دارین. من ای فهم که از این دنیایی که خودتان براتان ساختین که شعر است و تابلو است و گرافیک است، شخصا خود شما چقدر لذت میبرین و دوستش دارین؟ من با اینکه در خانواده که شاعر بودن، نویسنده بودن، از اجدادی به 100 و چند سال بهتره، با هنر و با شعر و با مسائل فرهنگی من زاده شدم و من با این که در خانواده یک چنینی و تولد چنین، در کنار از این عاشق اینمی شعر و هنر هستم. شما باور کنین فریبال جان که گاهی وقت من خود را فراموش میکنم، گاهی وقت شبا نزدیک به سحر میشه، من به یک تابلو، به یک کاری که گرافیک میکنم غرق میشم. سوژه های شعر نمیخوایم زیاد باشه برام، به این خاطر که زمانی که من بیرون میرم یا از احوال و اوضاع و وضعیت میگیرم سوژه بسیار زیاد میشه، زود برمیگردم میگم نه، باید یا همش کنار هم شوه و یک چیزی شد. به تمام اگه از این برنامه ما عشق میبرزم، برای یک انسان خوابش، خوراکش بسیار مهم است، حتی موضوع کار که باید کار کنه، پول پیدا کنه. و من هیچ چیز برابری بعد از مسائل اسلامی و نماز و روزه، هیچ چیز برابری از این مسائل شعر و می بخش هنری بالاتر نیست. دیگه به او خاطر من در این زندگی میکنم، مثل یک آب حیات است برای. بسیار عالی. و با امی درک عمیقی که از
استعداد خودتان داشتین و خودتان در این دنیا غرق احساس کردین و او را جز زندگی نه که کل زندگیتان قرار دادین، تا جایی که غزل ها و اشعار شما را همیشه نمیگم گاه گاه خواندم، احساس کردم که واقعا خوب میسراین. بین بپرسیم که کدام نوع شعری است که بی نهایت برتان دلپسند است و وقتی که او را تکمیل میکنین، خودتان میخوانین، احساس میکنین که اینی کار است که میتونه شهکار حسابش کنیم؟ کدام نحوه شعر است؟ چون ما شعرهای از شما خواندیم که از سبکای متفاوت بوده. من در اول برنامه های سرود های طنزی داشتم، کماکان با مجله زنبلغم و یک چی در عبدالهادی داوی داشتیم، مکتب عبدالهادی داوی، یکم شعرها و یکم مقالای کوچک من نوشته میکردم. و در بدخشان هم که من 10 سال در بدخشان بودم، او جا هم همین برنامه های بسیار خوش داشت و میخوانم، ولی برای من اشعار حضرت ابوالمعانی یک تکان بود در زندگی. همیشه میفتن شعر حضرت ابوالمعانی بسیار مشکل است، ولی من در محیط بدخشان که زندگی کردم بسیار چیزا را او برای من حل ساخت که در دانشگاه او را حل نمیشه. بعد از حادثات اتفاقاتی که البته در زندگی من افتاد، که این وقتی یک شاعر یا یک نویسنده یا یک هنرمند باید بسیار روی راست باشه با جامعهش، با ملتش، با همزبانانش، یک حادثه در زندگی ما آمد که ما بین مرگ و زندگی بود. اونجا من از خدا صحت نخواستم، نگفتم خدایا مرا صحت مندی بده، گفتم خدایا مرا آفریدی ولی مرا این قسم پس از دنیا نبود، برای من یک چیزی بدی، برای من مادی ندی، برای من یک چیزی معنوی بدی. بعد از او اتفاق افتید که یک چند ماه بعدش یا یک ماه بعدش خواهر من وفات کرد. این دیگر حادثه بود که بالای من رفت. باز من اولین در بسیاری از مصاحبه هایم یاد شده، اولین شعری را که من آغاز کردم سبک مثنوی بود که تقریبا تمام شاعرهای 3-4 دهه که مشهور بودن در بدخشان اسمی از اونا را آورده بودن و یک مثنوی سرود. اما به قالب مخمس من عشق می‌ورزم. البته مخمس یک قالب است که کمتر امروز کار می‌کنه، امروز خوب بسیار کم شده، فقط در مابین اونمو شعرهایی که 50-60-70 سال دارن می‌سراین، جوانهای عالی مخمس بسیار کم می‌سراین، بیشتر سپید و نیمایی و غزل. این من باید بگویم که حدوداً در حدود 110 یا 115 مخمس دارم. در اوائل به غزلیات حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل، بعدها باز به غزلیات دیگر شاعرها و به غزلیات خودم. از خواندن مخمس هم لذت میبرم، اما آهنگش، اما شکوهش، آزادی خودم از مخمس میبینم. بان از غزل بسیار عالی. و تا جایی که خواندم همچطوره که یادآور شدین همه بهتر هستن، ولی بهترین ها هم امین های هستن که میسرین و واقعا دلپذیر از هر یکش که میخوانن. من چند قبل یکی از مصاحبه شما را به شکل نوشتاری یکی از همکاران مجله پیوستون گرفته بودن، زمانی که من میخواستم ویرا استوری را بکنم با عمق تمام امین مصاحبه، جریان مصاحبه شما را هم خواندم و نمونه های از سروده هایتان اونجا گذاشته بودن که او را هم خواندم. عمیقا احساس بسیار عالی نهفته است در سروده های شما. من میخوایم سوال بکنم که شما به عنوان یک شاعر، شاعر کسی است که سر و پا احساس است، زمانی که احساس در وجود داره است برش، اما یک
یک مفکوری ایجاد میشه که میشینه و میسرایه. آیا گاهی شده که خودتان احساس کرده باشین که نیاز دارین برای یک خلوت ایجاد بکنین تا ای که در اون خلوت با خود باشین و احساس غم و شادیتان با خود در میان بگذارین؟ همچون یک احساساتی هم داشتین گاهی؟ فریبا جان نازنین، من از خودی تا به امروز هیچ وقت تنها نبودیم. همیشه در یک اجتماع فامیلی بزرگ زندگی کردیم و در کنار از این باید ما به تمام مسائل خانواده خود میرسیم، چون ما زیر دست یک پدری بودیم که او هم نظامی بود و هم خیلی با دیسیپلین و مادرم تا جای تنها، چون ما یک خواهر داشتیم. باور کنین اکثریت شعرها را ما یادرها سرودیم به ذهنم، اکثریتی از این را در یک کاری بودیم. بسیار کم اتفاق افتیده که ما با خود یک خلوتی داشته باشیم و خوشبختانه اونمو شعرها بسیار خوب آمده نسبت به اینکه ما شیشته باشم و یک خلوتی و یک آلتی. و جالب چیز، گاهی به حد درد داشتیم که باید احساس ما باید از درد و غم می نوشتیم که ما تکلیف دارم. چنان یک غزلی شاد و مست و عاشقانه سرودیم که حتی در خانه خوشبختانه مادر ما با سواد است، به زمان شاهی تاسم که عشق خانده. باز شوخی میکنم میگه یال طبیبی شعرت است، اگه گیره بخوانم میگه بله. و به نظر من شاعر اونمو است که هر گاه احساساتش که رخ بده باید کاری بکنه و بنویسه، به اینه که بری و به خلوتی بشینی و انتظار بکشی برای انتظار بکشی و فضای بازی که شعر داره یک فضایی است که شما بدون مرز حرکت میکنید. دقیقا. فقط معلومات افاقی داشته باشین، از محیطتان با خبر باشین، از معاولتان در پی احساسی بالا پرواز کنید چقدر بالی توانایی دارید، چقدر معلومات دارید. از من یک چنین چیزی بوده، بسیار خلوت مکم بوده. و جالب است تا جایی که من میبینم یک تفاوت از بین کسایی که در عرصه شعر هستن، اونا بیشتر دوست دارن خلوت بکنن، تنها باشن و یک فضای برای خود درست بکنن تا اینکه اونا بسراین. و یک شکل که از شما میشنویم مطمئنا برای من هم نو بود و کسایی که شنیدن هم نو بوده که او در جریان که کار انجام میده شعر میسراید یا غزل درست میکنه و این یک شکل متفاوت است. به این معنی است که تنها شعر گفتن به این معنی نیست که تنها بشینی، خلوت بکنی، فضا برات بسازی، منتظر بشینی که بیای یک چیزی که بسرایی. همش یک چیزی هستم؟ نه. البته درک ما از صحبت شما همی بود و عجیبم بود، چون ما اولین بار است که با یک شاعر سر میخورم که او یک شکل متفاوت از آمدن شعر و سرودن شعر بر ما تشریح میکنه. اگر خودت آقای امپراتور یک کتاب می بود، چی عنوان می داشت و چی را می خواست بیان کنه؟ منظورتون از خودم است؟ بدون شک. از درد میانم و از عشق شاید زیاد ناله می کردم، یک چنین چیزی هم در شعرهای من است. و چی عنوان می خواستین برش بانین؟ من یک شوخی کنم امروزتان، من نوشتایم از زیاد شده. چند روز پیشتر از دفتر میدیوتیک زیاد زحمت کشیده بودن آمده بودن، بازم این تعداد سرودها و چیزهای مرا دیدن گفتن که بعد چند اینوان کتاب چاپ شد، گفتن عناوین از این را بعد نامای برای از این نام گذاشته شد. تو والا ما از هم پدر هایستیم که در نامیم بچه خود بندیم. دقیقا همی رقم است. بله. یک چیزی دیگر هم باید خاطر نشان کنم که اکثریت دوستان میگن که چی استفاده میکنم. من خوشبختانه هیچ چیز استفاده نمیکنم.
و از امی کمره شما و با حضور داشت شما از امی جامعه اعلام میکنم که نیاز نیست که شاعر باید یک سیگار در دستش باشه، نیاز نیست که شاعر باید یک چیزی استفاده کنه. اگر شما به عشق واقعی بریم، نمیگم حقیقی، حقیقی خیلی ما کوچک هستیم، تمام عشقا مجازی است. اگر شما به این بحر مجازی هم داخل شوید که یک پل است به رسیدن به حقیقت، باور کنین بسیار نشه داره که هیچ چیز نداره. به او اساس من هیچ چیزم استفاده هم نمی کنم این را، به خاطر که بسیار سوال میشم این را عرض کردم. اما به ارتباط نام چیزی گفتن نمیتونین. مشکل است. از لابلای گپ های شما من شنیدم که دید بسیار وسیعی برای سرودن شعر دارین، عاشقانه تصوفی هم دارین، بله، و میهنی هم و و و اشکال مختلف. دلیل همی که نمیتونه نصب انتخاب کنین این است که دیدتان فوق العاده وسیع است. اگر یک بخش را انتخاب بکنین مطمئنا برش نام پیدا کردن هم ساده می باشه و توانایی از این را دارین که در هر سه همگیش موفق باشین. با عنوان کسی را برتون میگم که شعرتون هم میخونه و از دور کارهای شما را تعقیب میکنه و مطمئنا کسایی که شما را تعقیب میکنن حرف ما را هم تایید میکنن. همچین چیزه. بیاین پرسون بکنم از شما که در زندگیتان چه چیزی باعث آزارتان میشه؟ او چیزی که باعث آزار من در زندگی میشه تا به امروز به کس نتونستیم بکنیم. پشت یک پرده است که نمیتونم او را بیان کنم. اصلا کلامش را ندارم بیان کنم. مثل که شما یک چیزی را ببینیم ولی نتونین برای از او یک نسبتی بتین که بگید اینی چیز است. بله. این سوالی بوده که بارها یک آلتهای بالای من رخ میداد. من دوست داشتم همیشه پدرم دست خود بالای صورت من یا پیشانی من بگذارم. باز از من بارهاست این سوال کرد که چی مشکل داری تو گفتم؟ من تا امروز نتونستیم او را بگویم. فقط یک چیزی را میتونم بگویم که از لا بلای سرودای بیان کردیم و پیدا میتونیم. و یک راز است که نمیتونم بگویم، یعنی میبینم ولی نمیتونم بگویم. نمیتونین یا نمیخواین؟ نه نمیخوایم. نمیتونین؟ نمیتونم برش. درست. یعنی یک چیزی برش نمیتونم، یک نسبت بتونم که بگویم سبز است مثل برگ باید، ولی من با او این نسبتی داده نمیتونم. البته او مایه خوشبختیم هم است. بعض دردهای است که خوشایند است. آه من لذت میبرم. میدونین درد یکی از نعمتهای خداست. دقیقاً. شما آرام باشین. بسیار کارا را کرده نمیتونم. من شخصا نمیتونستم. وقتی درد میباشه بسیار خوش میباشم. چون او درد باعث میشه که شما تحرک فکری و... بله، او یک چیزیست که شما را از غفلت بیدار میکنه. دقیقاً. دقیقاً. اگر برعکس این سوال بپرسم، چه چیزی میشه که شما را از دل خوشحال میکنه؟ او آرامی و امنیت و خوشی ملت و مردم هم است. که آرزوی همه ما و شماست. همه ما و شماست. ولی بعیدم نمیدانم. آسانم نیست. آسانم نیست. و به خاطر از اینکه ما از یک دوره آمدیم و به یک دوره داخل شدیم که ما شایسته از اون نبودیم. به خاطر من دنبال خوشبختی استم که ما تا جایی دیدیم در دوران کودکی. ولی شایسته کودک ها و جوان های امروزه نیست. دقیقاً. دیده همیشه انشالله که شما و همه ما که عین آرزو را داریم به این خوشبختی برسیم. دیده شما برای آینده دور سروده هایتان چی است؟ خب یک چیز است که جامعه ادبی و فرهنگی بازور تعیین میکنه که من در کجا قرار دارم. ولی دیدی شخصی خودم که زیاد خودپسندی نباشه
تا جای خوب است نظر به سوادم، نظر به تحصیلم، نظر به دیدم، نظر به شرایطی که زندگی کردیم، نظر به میسون سالی که 36 37 ساله شدیم، تانستیم که از امو بودهایی که در زندگی ما دردهایی را که داشتیم، خوشیهایی را که داشتیم، از امو یک چیزی را من برداشت کنم و روی صفحه کاغذ بنویسم. آها. با اساس روشن میبینم. اگر زندگی شخصی و کاریتانه ارزیابی بکنین و فکر بکنین که چی کارهایی را تانستین؟ چی کارهایی را نتانستین؟ بعض کارهایی را خواستین انجام بدین نشده، بعض کارهایی را نخواستین انجام شده و اینمی در مجموع یک کلش ارزیابی بکنین و براتان یک نمره تعیین کنین از ده. چند نمره براتان میتین؟ والا نمره بسیار مشکل است آدم خودم نمره بدن، اما خوشبختانه در هر عرصه که بوده چی در خانه بوده، چی در اجتماع بوده، یک ذره کم رسا بودیم در ما بین دوستا و عزیزا و برنامه، ولی بازم خودپسندی نشوه در مسائل خانه، در مسائل اجتماعی و در مسائل کاری و برنامه. تقریبا نخواستیم که از یکیش پس کنیم، کوشش کردیم که باید همه اما تعادل باید مراعات بکنیم، بخاطر از اینکه اگر شما بشینین و شعر بسراییم و خانواده تان نرسیم، به دوست تان نرسیم، به مسجد تان نرسیم، به خوشی و غم دیگران نرسیم، خب باز آدم منزوی نشد. نشد تکمیل. دقیقا ارزیابی خوب است، ولی هر کسی را که پرسان بکنی که برای خود یک نمره بده میگن که مشکل است، ولی ما به این باور هستم که اول ما خود خود را بشناسیم. تا ما خود را نشناسیم، خدا را نشناختیم، دیگران هم نشناختیم. یا فلهازا باید خود را بشناسیم و به خاطر کارهای خوب خود بر خود یگان آفرین بگوییم و برای کارهایی که بفهمیم دو اشتباهات بوده باید پند ازش بگیریم و همچنان چیزی هست. این البته نظرم است و ما دوست دارم که از هر کاری برای خود نمره بدم. اینی کار من بایستی بود اینقدر نمره، کم اگر بود باید برش تلاش کنم، زیاد اگر بود باید آفرین بگویم خودم، به خود افتخار کنم، نه اینکه بر دیگران نشان بدم. به همین خاطر است من دوست دارم که انسان اول خودش یک ارزیابی بکنه، باز میتونه در بین مردم در اجتماع جایگاه برخود تعیین بکنه. من به خود یک میتونم سه جرقه کم به خاطر از اینکه کم نیست، یک بسیار نمره است. بسیار نمره است ما مردم سر اول نمرگی. آها، او رقم یک، او رقم یک. وام نه، دقیقا از این دید ما تاییدش میکنیم. برای من یکیست و با یک نمره بسیار نمره. عدد بسیار خوبم است. خب ما آرزو میکنم که در زندگی همیشه امو یک باشین یا امو درجه یک باشین و هر آنچه که تا امروز با او نرسیدین و دوست دارین برش برسین. موفقیتتون آرزو میکنم. هم ما و هم بیننده ها دوست دارن که در این برنامه یک قدم یک دکلمه هم از شما بشنون، ولی من تو فکر میکنم که از شما تشکر بکنم، با شما و بیننده ها خداحافظی بکنم که با همین سروده که شما دکلمه میکنین برنامه را ببریم به طرف اختتام. موافق هستیم؟ بسیار. چرا؟ بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه شما زحمت کشیدین آمدین و امروز در برنامه یک قدم با ما هستین، با بیننده ها و علاقمندان سروده های خود هستین. ما صحبت‌ها را تا همین لحظه با شما صدو داشتم، لذت بردم و مطمئن هستم که بیننده ها هم همچنین حس را داشتن. سپاس از شما، از تشریف آوریتان، موفقیت براتون آرزو میکنم. البته با شنیدن یک دکلمه از شما میریم به اختتام برنامه. من هم از شما ممنون هستم، از همکارایتون که زحمت کشیدن و از شما که تشریف آوردین و از تیمی کاری و دوستا و از بینندگان عزیز که وقت گذاشتن و با حوصله‌مندی ما را دیدن و شنیدن. ممنون هستم و
شعر براتون یک پارچه مخمس اگه اجازهتان باشه و وقت داشته باشیم. بسیار خوب است. بیننده های عزیز، برنامه یک قدم ای بود. داشته های ای برنامه که امانند برنامه های قبل متفاوت بود، با چهره جدید، صحبت های جدید و کارهای جدید. تا برنامه بعدی که باز هم با یک عزیز دیگه در خدمتتون قرار میگیرم، هر یک تانه به الله یکتا و بی همتا می سپارم. خداوند یار و مددگارتان. شود آمون گلستان از کراماتی تماشایت، نزول آیت عشق است در طرز سخنهایت. قیامت می کند چشم غزال سرم آسایت، ز دل بیرون نگردد قامت موزون و رهنایت. سری سوداییم بر سنگ خورد از درد سودایت. زهول ناز پرورد و عزیز و دلربا بودی، میان خوب رویان خوش پسند نازک هدا بودی. دل بشکستگان را دارو و هم مومیا بودی، متین و با مروت پاک بازی بیریا بودی. بری دل دادگان جنت فروشد حسن زیبایت. ز روزی دیدمت من دست را تا پاچه گم کردم، تفاوت را میانی سیب تا آلوچه گم کردم. روان گشتم به سوی خانه رای کوچه گم کردم، خیالاتی شدم بام و در و دالانچه گم کردم. نسازم کاش از بی فکری پیش خلق رسوایت. ندانم من مسلمانم یا گبر یا مسیحایی، بدین و مذهب سرتشت یا در دین بودایی، بکش حضرت داوود یا آیین موسایی. خدا میگویم و در دست من الکول خرمایی، به سجده تافت آدم یادم آمد پاشنه پایت. چی بودی و کی بودی اینقدر معشر بپا کردی؟ مرا بیگانه از خود خیشتن را آشنا کردی. کنم اقرار ای شوخی بلا آخر بلا کردی، بیازی گردنت از زیر چادر برملا کردی. بری بوسیدن و عشق است رنگا رنگ اعضایت. شب تاریک من با صورت خود ماه کامل کن، سرم را روی زانوی خودت آهسته مایل کن. برای درد بی درمان من درمان عاجل کن، تمامی خواهشات قلب من با عشق حاصل کن. به موهایم گریزن رشته زلفی چلیپایت. ز پیشم میگذری من هر دمی دیوانه تر میشم، ز عطری دامنت چون میکشان مستانه تر میشم. تو گرچی از خودی هم ز خود بیگانه تر میشم، خدا میداند از قلبم که من ویرانه تر میشم. تو نقلی مجلسی بنشین بنوشم پیاله چایت. شده یک مدتی نطقی نیاید در زبان من، کمی بشکسته و رنجور شد روح و روان من. همین چند روز باشد آخرای امتحان من، حضورت سبز یاری نازنین و مهربان من. به گوشم میرسد در نیمه شب هایسته نجواید. ز جاهل در گریز و با خرد من مست و خوشنودم، لبم خاموش لیکن تا فلک پیچیده هست دودم. نبوغم در مخمس باشد و ماننده رودم، ز فیض شیر دارم عزت بسیار و محمودم. مصلا بیروبار است میروم سوی کلیسایت. بسیار زیاد تشکر.